فصل هفتم. آنگاه کاهن اعظم پرسید: آیا اینها راست میگویند؟ استیفان جواب داد: ای برادران و ای پدران، توجه بفرمایید. خدای پرجلال به پدر ما ابراهیم در وقتی که در بین النهرین سکونت داشت، یعنی قبل از مهاجرت به حران، ظاهر شد و به او فرمود: وطن خود و بستگانت را ترک کن و به سرزمینی که به تو نشان می‌دهم برو. پس به این ترتیب از سرزمین کلدانیان عزیمت کرد و مدتی در حران ماند و پس از مرگ پدرش خدا او را از آنجا به سرزمینی که امروز شما در آن سکونت دارید منتقل ساخت. خدا حتی یک وجب از آن سرزمین را به ابراهیم نداد، اما در همان وقت که او هنوز فرزندی نداشت، به او قول داد که او و بعد از او فرزندانش را مالک آن زمین بگرداند. پس خدا به این طریق به ابراهیم فرمود که فرزندان او مانند غریبه‌ها در یک سرزمین بیگانه زندگی خواهند کرد و مدت 400 سال در بندگی و ظلم به سر خواهند برد. و خدا فرمود: اما من آن ملتی را که قوم من بردگان آنها خواهند شد محکوم خواهم ساخت و بعد از آن آنان آزاد خواهند شد و مرا در همین مکان عبادت خواهند نمود. در همین زمان خدا ختنه را به عنوان نشانه پیمان خود به ابراهیم عطا کرد و به این ترتیب پس از تولد اسحاق او را در روز هشتم ختنه کرد و اسحاق یعقوب را ختنه کرد و یعقوب 12 فرزند خود را که بعدها هر کدام پدر یک طایفه اسرائیل شد. فرزندان یعقوب از روی حسد یوسف را به بردگی در مصر فروختند، اما خدا با او بود و او را از جمیع زحماتش رهانید و به او توفیق و حکمت عطا فرمود، به طوری که مورد پسند فرعون فرمانروای مصر واقع شد و یوسف فرمان فرمای سرزمین مصر و دربار سلطنتی گردید. در این هنگام در سرتاسر مصر و کنعان قحطی پدید آمد که باعث مصیبت عظیمی شد، به حدی که اجداد ما چیزی برای خوردن نیافتند. وقتی یعقوب باخبر شد که در مصر غله پیدا می شود، پدران ما را برای اولین بار به آنجا فرستاد. در سفر دوم یوسف خود را به برادرانش شناسانید و فرعون از اصل و نسب یوسف باخبر شد. یوسف پدر خود یعقوب و تمام بستگانش را که جمعاً 75 نفر بودند به مصر دعوت کرد و به این ترتیب یعقوب به مصر قدم نهاد. عمر یعقوب و اجداد ما در آنجا به سر رسید و اجساد آنان را به شکیم بردند و در آرامگاهی که ابراهیم از اولاد حمور به مبلغی خریده بود به خاک سپردند. و چون وقت آن نزدیک می‌شد که خدا به وعده‌ای که به ابراهیم داده بود عمل کند، قوم ما در سرزمین مصر رشد کرد و تعداد آنان افزایش یافت. سرانجام پادشاه دیگری که یوسف را نمی شناخت به پادشاهی مصر رسید و با اجداد ما با نیرنگ رفتار کرد و بر آنان ظلم بسیار روا داشت، به حدی که ایشان را مجبور ساخت که نوزادان خود را سر راه بگذارند تا بمیرند. در چنین روزگاری موسی که کودکی بسیار زیبا بود به دنیا آمد. اون مدت 3 ماه در خانه پدر پرورش یافت و وقتی او را سر راه گذاشتن، دختر فرعون او را برداشت و همچون فرزند خود تربیت نمود. به این ترتیب موسی بر تمام فرهنگ و معارف مصر تسلط یافت و در گفتار و کردار استعداد مخصوصی از خود نشان داد. همین که موسی 40 ساله شد، به فکرش رسید که به دیدن برادران اسرائیلی خود برود. و چون دید که مردی مصری با یکی از آنان بدرفتاری می کرد، به حمایت آن اسرائیلی برخاست و آن تجاوزکار مصری را به سزای عمل خود رسانید و او را کشت. موسی گمان می کرد که هم نژادانش خواهند فهمید که خدا او را وسیله نجات آنان قرار داده است، اما آنان نفهمیدند. فردای آن روز به 2 نفر اسرائیلی که با هم نزاع می‌کردند رسید و برای رفع اختلافشان چنین گفت: ای دوستان، شما برادر یکدیگرید، چرا با هم بدرفتاری می‌کنید؟
مرد مقصر او را عقب زد و گفت: چه کسی تو را حاکم و قاضی ما کرده است؟ می‌خواهی مرا هم مثل آن مصری که دیروز کشتی بکشی؟ موسی وقتی این جواب را شنید از آن سرزمین گریخت و در سرزمین مدیان آواره گشت و در آنجا صاحب دو پسر شد. پس از آن که 40 سال سپری شد، فرشته‌ای در بیابان‌های اطراف کوه سینا در بوته سوزان به موسی ظاهر شد. موسی از دیدن آن رویا غرق حیرت گشت و هنگامی که نزدیک آمد تا بهتر ببیند، صدای خداوند به گوشش رسید که می گفت: من خدای پدران تو، خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب هستم. موسی ترسید و جرأت نگاه کردن نداشت. سپس خداوند فرمود: کفش‌هایت را بیرون آور، چون در مکان مقدس ایستاده ای. البته آن ظلمی را که در مصر نسبت به قوم من می شود دیده و آه و ناله هایشان را شنیدم و برای نجات آنان آمدم. برخیز، تو را به مصر می فرستم. آری، همان موسی را که آنان رد کرده و به او گفته بودند چه کسی تو را حاکم و قاضی ما کرده است، خدا به وسیله فرشته‌ای که در بوته به او ظاهر شد حکران و رهاننده گردانید. این موسی بود که با انجام معجزات و آیات در مصر و در راه دریای سرخ اسرائیلیان را به خارج از مصر هدایت کرد و مدت 40 سال در بیابان عهده‌دار رهبری آنان بود. باز هم موسی بود که به اسرائیلیان فرمود: خدا از میان برادران شما پیامبری مانند من برایتان برمی‌انگیزد. و او بود که در اجتماع بنی اسرائیل در بیابان حضور داشت و با فرشته در کوه سینا و با اجداد ما گفتگو کرد و پیام زنده الهی را دریافت نمود تا آن را به ما نیز برساند. اما پدران ما رهبری او را نپذیرفتند و دست رد بر سینه‌اش زدند و آرزو داشتند به مصر برگردند و از هارون خواستند برای ایشان خدایانی بسازد که پیشاپیش آنان بروند و گفتند: ما نمی‌دانیم بر سر آن موسایی که ما را از مصر بیرون آورد چه آمده است. و در آن ایام گوساله‌ای ساختند و در برابر آن بت قربانی‌های بسیار کردند و به افتخار ساخته و پرداخته دست خود جشنی برپا نمودند. لیکن خدا از آنان روی گردان شد و ایشان را به پرستش ستارگان آسمانی واگذاشت، همانطوری که در کتاب انبیا مکتوب است. ای خاندان اسرائیل، آیا طی این 40 سال برای من در بیابان قربانی کرده اید یا هدیه‌ای تقدیم داشته اید؟ خیر، بلکه شما خیمه ملوک و پیکره ستاره خدای خود رمقان را با خود حمل می کردید. آنها بت‌هایی بودند که برای پرستش ساخته بودید. پس شما را به آن سوی بابل تبعید خواهم کرد. اجداد ما در بیابان خیمه شهادت داشتند و این خیمه همان چیزی است که خدا به موسی دستور داد که طبق آن نمونه‌ای که قبلا دیده بود بسازد. پدران ما در نسل بعد، در آن وقت که زمین کنعان را به تصرف درآورده بودند، یعنی وقتی خدا اقوام دیگر را از سر راهشان بر می‌داشت، آن خیمه را به همراهی یوشع با خود آوردند و تا زمان داوود آن خیمه در آنجا ماند. داوود مورد لطف خدا واقع شد و تقاضا نمود که به او اجازه داده شود مسکنی برای خدای یعقوب بنا نماید، ولی این سلیمان بود که خانه‌ای برای خدا ساخت. اما خدای متعال در مسکن‌های ساخته دست بشر ساکن نمی‌شود، چنانکه نبی فرموده است. خداوند می‌فرماید: آسمان تخت شاهی من و زمین پاینداز من است. برای من چه خانه ای خواهید ساخت؟ استراحتگاه من کجاست؟ آیا دست خود من جمعی این چیزها را نساخته است؟ ای گردن کشان که ذاتن کافرید و گوشهایتان کر است، شما هم مثل اجداد خود همیشه بر ضد روح القدس مقاومت میکنید. کدام پیغمبری از دست اجداد شما جفا ندید؟ آنان کسانی را که درباره آمدن آن یکتای صادق پیشگویی میکردن کشتن و در زمان ما شما به خود او خیانت کردید و او را به قتل رسانیدید. آری، شما شریعت را که توسط فرشتگان به شما رسید قبول کردید، اما از اطاعت آن سر باز زدید.
اعضای شورا از شنیدن این سخنان چنان به خشم آمدند که دندانهای خود را به هم می‌ساییدند. اما استیفان پر از روح القدس به آسمان چشم دوخت و جلال خدا و عیسی را که در دست راست خدا ایستاده بود دید و گفت: ببینید، من هم اکنون آسمان را گشوده و پسر انسان را در دست راست خدا ایستاده می‌بینم. در این هنگام فریاد بلندی از حاضران برخاست. آنها گوشهای خود را گرفتند و به سوی او حمله کردند. او را از شهر بیرون انداخته سنگسار نمودند. کسانی که بر علیه او شهادت داده بودند لباسهای خود را کندند و پیش پای جوانی به نام شاول گذاشتند. وقتی استیفان را سنگسار می‌کردند، او با فریاد گفت: ای عیسی، ای خداوند، روح مرا بپذیر. سپس به زانو افتاد و با صدای بلند گفت: خداوندا، این گناه را به حساب ایشان نگذار. این را گفت و جان سپرد.